75 سال پیش نیروهای شوروی به کمپ آشویتس برخناو رسیدند، جایی که شاهد داستان وحشتناکی بودند. انبار اجساد، اتاقهای گاز و هزاران زندانی را دیدند که به مرگ نزدیک می شدند. جنایتی که به هولوکاست معروف است. اکثر قربانیان یهودان بودند. شمارشان از 1 میلیون هم بیشتر بود. اما زمانی که جنگ جهانی پایان یافت، پس از دهها پیدا کردن نامهای قربانیان کار دشواری بود. نازی‌ها هنگام بیرون شدن از این کمپ نه تنها ساختمان آشویتس بلکه اسناد موجود در آن را نیز از بین بردند. نام شمار زیاد کشته شده ها ثبت نشده. اینجا در هنگام جنگ ریل‌های پر یهودان را از همه اروپا به آشویتس می‌آوردند. کودکان و بزرگسالان به کشتارگاه‌ها فرستاده می‌شدند. ٮ۰-٩۰% کسانی که تازه اینجا آورده می شدند با عجله به اتاقهای گاز فرستاده می شدند. دروازه اتاق برویشان بسته و شریان گاز کشنده باز می شد. کسانی که برای کشتار انتخاب می شدند نامهایشان ثبت نمی شد. به همین دلیل پیدا کردن نامهای دقیق قربانیان ناممکن بود. بدون آن که از آنها نشانه ای بجا ماند کشته می شدند. تاریخ دانان از سالها به این سو در این مورد تحقیق می کنند. این اسناد مدت پس از آزادی کمپ آشویتس به دست نیروهای شوروی افتاد. اما موزیم هنوز هم تنها بخشی از اسناد را در خود دارد، نه همه آن را. با استفاده از اسناد باقی مانده، محققین توانستند 60% از 400,000 زندانی این کمپ را شناسایی کنند. کپی فهرست ترانسپورت نیز برای شناسایی 900,000 نفر دیگر استفاده می شود که هیچگاه نامشان ثبت نشده. این بزرگترین هدیره در جهان است، اما قبری در آن دیده نمی شود. تنها خاکستر به چشم می خورد.